بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که مستحضر هستید، بنای ما بر این هست که در این سلسله برنامه ها نکات آموزنده ای رو از کربلای امام حسین علیه السلام مطرح کنیم، به صورت خیلی ساده، خودمانی، گفتگوی دوستانه، جوانپسند و خودمانی داشته باشیم و با این نگرش که بتونیم از وقایع، اتفاقات، گفتگوها و مطالبی که در کربلا عنوان شده و مسائلی که اتفاق افتاده، نکات ارزشمند و درس‌های ارزشمند رو استخراج کنیم، در زندگیمون به کار ببریم، باشد که ما هم بتوانیم در خیل سپاهیان و عاشقان ابا عبدالله علیه السلام و البته آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. در جلساتی که قبلا داشتیم در رابطه با بعضی از مسائل و صفات مختلف در کربلا گفتگو کردیم. جلسه قبل بنابر این شد که در رابطه با صفت بخل گفتگو کنیم. مقدمات این صفت و این رذالت اخلاقی و این رذیله اخلاقی رو گفتگو کردیم. شاهد آوردیم از نامه امام حسین علیه السلام به جناب حبیب ابن مظاهر که جناب حبیب بخل تن نداشته باش و خودت رو در کربلا به ما برسون. اشاره کردیم به رجز یار ایرانی امام حسین علیه السلام اسلم ابن عمرو که دشمن رو بخیل معرفی میکنه. در اون رجز بسیار بسیار زیبا جناب اسلم ابن عمرو که کاتب کربلا بود دشمن رو بخیل معرفی میکنه. نکاتی رو در رابطه با بخل مطرح کردیم، انواع برخوردی که نسبت به داشته هامون بود رو مطرح کردیم و اما امروز مصادیق و انواع بخلی که در کربلا وجود داره رو با همدیگه میخوایم گفتگو کنیم. اولین نمونه از بخلی که در کربلا هست، همونطوری که امام حسین علیه السلام هم در نامشون به جناب حبیب اشاره میکنن، بخل تن هست. بعضی ها در کربلا وقتی که کار به کشته شدن و خون و خونریزی و شمشیر و اینا میرسید، پا پس کشیدن از یاری امام حسین علیه السلام. اینها در کربلا بودند، در مسیر به امام حسین علیه السلام پیوستند، به گمان اینکه قضیه فیصله پیدا میکنه، به گمان اینکه کار به کشته شدن و شهادت و جنگ و خونریزی نمیرسه، اما وقتی که دیدن کار داره به جای باریک میرسه و بنا هست که کشته بشن، فرار رو برقرار ترجیح دادن. یکی از شخصیت هایی که این اتفاق براش میفته ضحاک ابن عبدالله هست. ضحاک در مسیر و در یکی از منازل به امام حسین علیه السلام پیوست، فکر میکنم قصر بنی مقاتل بود، به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آقا من با شما هستم تا پای جان، تا اونجایی که براتون مثمر و ثمر باشم و مفید فایده، اگر احساس کنم که دیگه وجود من به درد شما نمیخوره شما رو ترک میکنم. ضحاک روز عاشورا در کربلا به امام حسین علیه السلام عرض کرد آقا میبینم که وجود من برای شما دیگه ارزشی نداره، آنچه که مسلمه اینجا جنگ در میگیره، ما همه کشته میشیم و اتفاق خاصی دیگه نمیفته، لذا من قولی که داده بودم این بود که تا پای جان با شما باشم، بیشتر از این دیگه نمیتونم شما رو یاری کنم. اجازه خروج از کربلا گرفت و به سمت دشمن حمله ور شد. جنگی نمایان هم البته انجام داد، اما نه جنگی که پایانش شهادت باشد، جنگی که پایانش به فرار از کربلا و ترک امام حسین علیه السلام منجر شد و کربلا رو ترک کرد. شخصیتی مثل ضحاک طبق فرمایش امام حسین علیه السلام بخل تن داشت، تن خودش رو، نفس خودش رو نسبت به ابا عبدالله دریغ کرد و از کربلا خارج شد. ضحاک نماد بخل تن در کربلا هست. شکل دیگری از بخل رو که ما در کربلا داریم بخل نفس، بخل فرزند هست. بخل فرزند، خیلی ها در کربلا به واسطه
محبتی که نسبت به فرزندانشون داشتن امام حسین علیه السلام رو ترک گفتن و بهانه‌شون محبت به فرزندانشون بود. شخصیتی مثل سلیم ابن هرثمه در سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، وقتی که به طرف صفین میرفتن میبینه که حضرت علی علیه السلام کربلا رو، شهدای کربلا و اتفاق کربلا رو معرفی میکنن. سلیم در کربلا در کنار امام حسین علیه السلام وقتی میاد به کربلا و اون صحنه کربلا رو میبینه و یادش میاد به اون داستانی که امیرالمؤمنین براش تعریف کرده بودن، میفهمه که امروز در کربلا قرار هست که جنگ بشه و همه کشته بشن. خدمت امام حسین علیه السلام میرسه، خودش رو معرفی میکنه، داستانش رو با امیرالمؤمنین رو بیان میکنه، میگه آقا میدونم که شما برحق هستید، میدونم که اینجا کشته میشید و شهید میشید، اما من یه پسر بچه یه 7 ساله دارم، نمیتونم از پسرم دل بکنم، اگر اجازه میدید من از کربلا برم. و به واسطه یه محبت زیادی که به فرزندش داشت امام حسین علیه السلام رو ترک کرد. ما در رابطه با بخل تن که خدمتتون عرض کردم، نقطه مقابل و نقطه مثبت رو اگر بخوایم مطرح کنیم، سوید ابن ابوالمطاع هست. ایشون یک پیر مرد فرتوتی هست در کربلا، وقتی به میدون میره ضربه میخوره، بیهوش میشه و به زمین میفته، دشمن فکر میکنه کشته شده. پس از شهادت امام حسین به هوش میاد، برمیخیزه، میبینه فریاد این بلند هست در کربلا که حسین را کشتیم. میتونست دوباره خودش رو به مردن بزنه و جان خودش رو نجات بده، اما میگه دوستی باید تا پایان راه باشه. بلند میشه، شمشیر میکشه و برای امام حسین به شهادت میرسه. یا نماد فرزند، بخل فرزند به صورت مثبت اگر بخوایم مطرح کنیم، محمد ابن بشیر که عرض کردم، خبر میرسه بهش که پسرت رو در ری دستگیر کردن و اگر میخوای باید سریع بریم براش وثیقه ببری، مالی ببری که نجاتش کنی، نجاتش بدی، وگرنه کشته میشه. خبر به گوش امام حسین علیه السلام میرسه، آقا مقدار زیادی پارچه های قیمتی همراهشون بوده، به محمد ابن بشیر میدن، میگن اینها رو بگیر و برو فرزندت رو نجات بده. میگه هاشا و کلا، من زائر شما هستم، یعنی من از همه چیز دل بریدم و پشت کردم تا بیام پسر پیغمبر خدا رو یاری کنم، فرزند به چه کار من میاد؟ اینها نمادهای مثبت و منفی هستن در کربلا نسبت به بخل تن و بخل فرزند. شکل دیگری که در کربلا وجود داره از بخل، بخل ماعون هست. بخل ماعون که ما سوره ماعون رو هم در قرآن داریم، به این معنا هست که افرادی که حاضر نیستن سرمایه ها و دارایی های خودشون رو با بقیه تقسیم کنن و شریک بشن، از ماشین، گوشی موبایل، دفتر، مداد، ابزاری که دارن در اختیار دارن، اموالی که در اختیار دارن به بقیه نمیدن و ابزار و وسایل خودشون رو دریغ میکنن از دیگران. اینها بهشون میگن کسانی که بخل ماعون دارن. در کربلا نامردهای کربلا طبق گزارشی که گزارشگر کربلا میده، حمید ابن مسلم یا خمید ابن مسلم، ایشون اشاره میکنه که دشمن و سپاهیان دشمن نسبت به البسه ای که به غنیمت گرفته بودن، غنایمی که جمع آوری کرده بودن، سر این غنایم با همدیگه جنگ و دعوا میکردن، اینا رو میکشیدن از دست همدیگه بیرون، با همدیگه جنگ و دعوا داشتن و بخل ماعون داشتن. یکی دیگر از صفات و مصادیق بخل در کربلا بخل ماعون هست که حسین کش ها اون رو به نمایش گذاشتن. و مورد آخر هم بخل شکر هست در کربلا. یاران امام حسین در گفتگوهایی که با اصحاب دشمن داشتن در کربلا اشاره میکنن که شما چرا شاکر نیستید، چرا نمک میخورید و نمکدان میشکنید. از جمله مصادیقی که براشون میآوردن این بود که حسین ابن علی
تا به حال 3 مرتبه به شما آب رسونده و شما را از تشنگی و خشکسالی نجات داده. حقش این نیست که آب رو به روی حسین و فرزندانش ببندید. بخل شکر، چرا شما شکرگزار نیستید؟ چرا ممنوندار نیستید نسبت به حسین ابن علی علیه السلام؟ لااقل امام علیه السلام در جریان جنگ صفین، در خشکسالی و دعای بارانی که برای شما کردند و همچنین در مسیر راه که برای شما سپاهیان شما رو سیراب کردن، 3 مرتبه به شما آبرسانی داشتن و نسبت به امام حسین لااقل شاکر باشید، لااقل ممنوندار باشید و شما بخل شکر دارید. این هم یه دونه از مصادیقی هست که در کربلا بروز داشته. خب امیدوارم که این صفات رزدیده اگر و اگر و اگر ذره ایش در وجود ما بروز و حضور داره، اونها رو دور بریزیم و متخلق باشیم به اخلاق حسینی. انشاءالله که خداوند به شما توفیق عنایت بفرماید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.